با سلام و درود و امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت دانستنی های بسیار جالب در مورد گروه یاکوزا رو براتون آماده کردیم. با افسیوی همراه باشید. یاکوزا بزرگترین و ترسناکترین گروه مافیای ژاپنه که به اعمال خلاف از جمله خشونت، قتل و سرقت میپردازه. اما در اینجا میخوایم زوایای پنهان این مافیا رو به شما نشون بدیم. در حال حاضر در ژاپن بیش از 58,000 عضو فعال در یاکوزا وجود داره، در حالی که در سراسر جهان بیش از 102,000 عضو فعال داشته و بزرگترین گروه جنایی جهان محسوب میشه. اغلب اعضای یاکوزا مرد هستند و زن به ندرت در اونها دیده میشه. اعضای مؤنث یاکوزا خواهر بزرگتر نامیده میشوند. کشتی سومو از دیرباز با یاکوزا مرتبط بوده، به طوری که بسیاری از کشتیگیران قدیمی سومو به رؤسای یاکوزا تبدیل شدند. یاکوزاها به دلیل داشتن خالکوبی‌های عجیب بسیار شهرت دارند. این خالکوبی‌ها به روش سنتی و کاملا با دست، سوزن و زیر پوستی انجام میشه و بسیار دردناکه. گفته میشه که بسیاری از سیاستمداران و سران کشور ژاپن با سازمان‌های یاکوزا ارتباط دارند. در رسوم یاکوزا در هنگام مجازات یکی از اعضا انگشت کوچک او را می‌برند، زیرا تصور میشه با نبود انگشت کوچک فرد به سختی شمشیر به دست گرفته و به سایر اعضا بیشتر متکی میشه. پس از جنگ جهانی دوم تعداد یاکوزاها به حدود 184,000 تن افزایش یافت. نیروهای آمریکایی که پس از جنگ در ژاپن ماندن یاکوزاها را بزرگترین تهدید خود می‌دانستند. بر طبق گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بزرگترین سازمان یاکوزا به نام یاماگوچی گومی دارای 80 میلیارد دلار دارایی خالصه و یکی از ثروتمندترین گروه‌های گانگستری جهان محسوب میشه. اعضای یاکوزا باید پوست‌های خودشون رو خالکوبی کنن و پس از مرگ پوست بدن اونها کنده شده و برای نمایش در گالری‌ها در بازار سیاه فروخته میشه. برای عضو شدن در گروه یاکوزا باید در یک امتحان کتبی شرکت کنید که شامل سوالاتی درباره دانش کلی فرد در باب قوانین و مسائل گانگستریه. یاکوزاها همانند سامورایی ها از شمشیر استفاده می کنند و بسیاری از مقتولان سیاستمدار و تاجر کشته شده توسط یاکوزاها بر اثر ضربات شمشیر کشته شدند. اعضای جدید گروه یاکوزا باید مدتی نوچه اعضای قدیمی تر باشند و زمانی که با هم غذا می خورند، در حالی که عضو قدیمی کاسه خود رو پر کرده، عضو جدید تنها حق داره برابر نصف غذای او تناول کنه. برخی از اعضای گروه یاکوزا از قاچاق مواد مخدر هم بهره میبرند، در حالی که برخی به این اعمال دست نمیزنند. برخی یاکوزاها رو وارث سامورایی میدونند، زیرا هر دوی این دو دسته برای رسیدن به مقاصد خود از خشونت استفاده میکردند. شما در مورد گروه یاکوزا چی میدونید؟ اون رو با من و دوستانتون توی کامنت ها به اشتراک بذارید و اگر دوست داشتید و خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید.